پارک آزادی پارک نوستالژیک شیرازی هاست. پارک بزرگ و قدیمی که خاطرات خوش دوران کودکی چند نسل از مردم بهش گره خورده و بخشی از خاطره جمعی همه شیرازی ها به حساب میاد. من محمد هم امروز میخوام با دوچرخه به پارک آزادی برم و اونو به صورت کامل به شما نشون بدم. اگه اولین باری که به کانال من سر میزنید، باید بگم که تو این کانال من با دوچرخه و بعضی وقتا هم پیاده به گشت و گذار شهری میرم. اگه به گشت و گذار شهر علاقه دارید و دوست دارید شهر رو یکم متفاوت‌تر ببینید، لطفاً همین الان کانال من رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگ کنارش هم بزنید که اگه ویدیو جدیدی گذاشتم بهتون اطلاع داده بشه. لایک و کامنت‌های شما به بیشتر دیده شدن ویدیو بسیار کمک می‌کنه. پس لطفاً همین الان اون رو لایک کنید و تا آخر این ویدیو با من همراه بشید. پارک آزادی شیراز که بین مردم به نام پارک شهر شناخته میشه، یکی از قدیمی ترین پارک‌های شیرازه که تاریخ افتتاح اون به دهه 50 برمیگرده. این پارک در نزدیکی ورودی شمالی شهر واقع شده و فقط 3 کیلومتر با دروازه قرآن فاصله داره. از نظر موقعیت مکانی این پارک بین بلوار آزادی، خیابان سمیه و خیابان مشکین فام قرار گرفته و از همه این خیابون ها به پارک راه داره. تاریخ ساخت پارک آزادی که یکی از قدیمی ترین و نوستالژیک ترین و بزرگترین پارک های شیرازه به سال 1345 برمیگرده. این پارک در زمینی به وسعت بیش از 210,000 متر مربع ساخته میشه و نام قدیمی پارک استان فرهناز بوده و بعدها پارک آزادی نام میگیره. اما از گذشته تا همین امروز بین مردم به اسم پارک شهر شناخته میشده. درباره ساخت پارک اینطور نقل شده که روزی شاه با هلیکوپتر در حال پرواز بر فراز شیراز بوده که مکان فعلی پارک رو برای احداث بوستان شهر انتخاب کرده و روز افتتاحیه هم خود شاه شخصا حاضر میشه و از بخش‌های مختلف اون بازدید میکنه. پارک آزادی اولین پارکی بوده که درخت افرا در اون کاشته میشه و علاوه بر افرا، برگ بو، چنار، ارغوان و کاج و نخل هم از درخت‌های دیگه‌ای بودن که بعضیشون در خاک این بوستان گذاشته میشه. شاید برای کسی که تا حالا پارک آزادی نرفته، امکانات و تفریحات اون پیش پا افتاده به نظر برسه. اما برای شیرازی ها، این پارک یادگار خوب دوران کودکیشون به حساب میاد. پارک آزادی تا همین چند سال پیش میزبان یکی از قدیمی ترین شهر بازی های شیراز بود. وجود وسایل بازی و سرگرمی مختلف از جمله تنن هوایی و چرخ و پلک، این پارک رو به یکی از مفرح‌ترین پارک‌های شیراز تبدیل کرده بود. متأسفانه در سال‌های 98 و 99 شهرداری شیراز تصمیم به تخریب این شهر بازی گرفت که این تصمیم با نارضایتی بسیاری از مردم شیراز همراه بود، چرا که خاطره نسل‌های مختلفی از مردم به اون گره خورده بود و تخریب این شهر بازی مساوی با تخریب خاطره خوش دوران کودکی چندین نسل از مردم شیراز بود. در حال حاضر تمام وسایل شهربازی جمع‌آوری شده و دیگه خبری از ترن هوایی پارک آزادی یا چرخ و پلک اون نیست. پارک آزادی همچنین تا مدتی پیش دارای یک دریاچه مصنوعی با قابلیت قایق سواری هم بود که جلوه فوق‌العاده‌ای رو به این پارک داده بود. اما مدتی که این دریاچه به دلیل تعمیرات و ساخت آبنمای بزرگ دیگه در دسترس نیست. از بخش‌های دیگه پارک آزادی میشه به لانه پرندگان اشاره کرد. این مکان برخلاف اونچه تصور میشه جایی برای نگهداری و به نمایش گذاشتن پرندگان زینتی و کمیاب نیست، بلکه آخرین پناهگاه برای پرندگان بیمار و آسیب دیده است.
مسئولین لانه پرندگان دلسوزانه به درمان و مراقبت از این پرنده ها مشغول هستند و پارک آزادی هیچ گونه درآمدی از این مکان کسب نمی کنه. در پارک آزادی یک تماشاخانه هم هست که در زمان افتتاح به افتخار استاد رحیم هودی، هنرمند پیشکسوت شیرازی سینما و تئاتر، تماشاخانه استاد رحیم هودی نام گرفته و هر سال نمایش ها و تئاتر های مختلفی مهمان صحنه این تماشاخانه هستند. تو این پارک برده های کرایه روچرخه هم هست که با دریافت مبلغی در نوبت های نیم ساعته و یک ساعته یا بیشتر روچرخه کرایه میدن. همچنین فضای پارک دارای مسیرهای مناسب تعبیه شده برای روچرخه سواریه. پارک آزادی چندین و چند غرفه تهیه غذا، بستنی و کافه هم داره که انواع غذاها و بستنی و تنقلات رو میشه از اونا تهیه کرد. در نزدیکی پارک آزادی هتلی به نام هتل هما هم قرار داره که اگه برای اقامت در شیراز به دنبال هتلی با چشم‌انداز فوق‌العاده رو به طبیعت هستید، این هتل کاملا مناسبه. در این هتل علاوه بر فرصت لذت بردن از طبیعت پارک، امکان دسترسی سریع به جاهای دیدنی شیراز از جمله باغ ارم، حافظیه و باغ جهان نما رو هم خواهید داشت. همچنین هتل ستارگان هم در نزدیکی پارک آزادی شیراز قرار گرفته. با وجود تخریب شهر بازی پارک آزادی و در دسترس نبودن دریاچه مصنوعی اون، این پارک همچنان به دلیل سایر جذابیت‌هایی که داره جز اولین انتخاب‌های گردشگراییه که احتمالاً ترجیح میدن بعد از بازدید از مکانهای تاریخی مقصد جذابی برای سرگرمی و گردش و یا استراحت در فضای سبز داشته باشند. پارک آزادی شیراز برای غیر شیرازی ها بوستانی بزرگ نزدیک به جاهای دیدنی شهره که میشه خستگی چند ساعت گردش در شهر رو در طبیعت اون به در کرد. اما این پارک برای شیرازی ها پارک شهره، پارکی که یادآور دوران خوش کودکی چندین نسل از مردم شیرازه، یعنی برای شیرازی ها یک شیراز و یک پارک آزادی.